اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در مورد نقش معاویه در قتل عثمان بود. عرض کردیم تحرکات بسیار زیادی کرد، ایجاد آشوب در جهان اسلام و قتل عثمان رو مظلومانه جلوه دادن و خودش رو به عنوان ولی دم معرفی میکرد که خلاصه من خونخواه عثمانم، چون عثمان از بنی امیه بود. خب معاویه هم که از بنی امیه بود، به عنوان اینکه من ولی دم عثمانم، سوء استفاده کرد از جریان قتل عثمان، در حالی که خودش حالا در منابع تاریخی هست و در نامه هایی هم که امیرالمومنین و اصحاب امیرالمومنین به معاویه نوشتن به این نکته اشاره شده که تو خودت معاویه رو با اینکه میتوانستی یاری نکردی. حالا عباراتی که در این زمینه هست رو میخونیم که معاویه بعد از درخواست عاجزانه عثمان، که عثمان ازش خواست که بهش کمک بکنه، لشکری رو به فرماندهی یزید نامی به مدینه اعزام کرد و قبلا هم اینو گفتیم دستور داد بهش در منطقه‌ای به نام ذی‌خشب در اونجا اردو بزنن ولی وارد مدینه نشن، یعنی در واقع کمک به عثمان نکنن تا عثمان کشته بشه و بعد معاویه بتونه جاشو بگیره. یعنی اینجور بهشون دستور داد. ظاهر قصه این باشد که برن به کمک عثمان، ولی در واقع دستور داد که شما وارد مدینه نشین، یعنی به عثمان کمک نکنی. فعلا اگر لشکرش هم اومده بودن تو مدینه نمیتونستن مردم عثمان رو به قتل برسونن، ولی این کارو نکرد. هدفش هم این بود که وانمود کند کمک به عثمان کرده و آماده برای کمک، ولی نظرش این بود که بعد از کشته شدن عثمان خودشو به عنوان ولی دم معرفی کند و خلافت رو بتوند غصب کنه. عمرو عاص به عنوان یکی از هرزن به حضورتون سرسخت‌ترین آدمای وفادار به معاویه، از مقصر بودن خودش و معاویه در قتل عثمان یه جایی مطلب گفته و نشون میده که خودشون اینا هرزن به حضورتون مقصر بودن و میخواستن که عثمان کشته بشه. تعبیرش اینه: سزاوارترین مردم به یاد نکردن عثمان من و تو هستیم. به معاویه میگه من و تو از همه سزاوارتریم که حرفی از عثمان نزنیم. من او رو آشکارا رها کردم و به فلسطین فرار کردم، یعنی تا دیدم اوضاع برای عثمان خرابه و احتمال قتلش هست فرار کردم رفتم فلسطین و نایستدم از عثمان حمایت بکنم. من این کارو کردم و تو هم با این که مردم شامو در اختیار داشتی بهش خیانت کردی و عثمان رو رها کردی. یعنی عمرو عاص قشنگ اعتراف میکنه که من فرار کردم، تو هم با اینکه لشکر و عده و عده در اختیار داشتی کمکش نکردی، بهش خیانت کردی چون ازت خواست. حالا اگرم نمیخواست باید کمکش میکردی، اما ازت هم خواست که بیا کمک کن، کمک نکردی، منتظر بودی تا عثمان به قتل برسه. پس ابن عصم کوفی معاویه رو عرضم به حضورتون که در کمک نکردن به عثمان ازش مطلب نقل کرده که ناراحت و نقلم کرده که خودش هم ناراحت و پشیمان بود بعدن. حالا درست متوجه شدن که واقعا پشیمان بود یا پشیمان نبود یه مطلب دیگری است، ولی با این حال با وقاحت کامل هم طور که ایشون میگن ادعای خونخواهی عثمان رو میکرد، خودش رو ولی دم میدانست، در حالی که وضعیتش نسبت به کار عثمان به این صورت بود. امیرالمومنین در یه نامه‌ای که به معاویه نوشتن فرمودن: اما اون چه درباره من و عثمان گفتی، این حق برای تو محفوظ است که پاسخشو بشنوی، زیرا خیشاوند عثمان هستی. یه چیزی گفتی، قتل عثمانو به من نسبت دادی، حق داری جوابشو از من بشنوی، منم بهت جواب میدم. کدام یک از من و تو بیشتر با او دشمنی کردیم؟ خیلی تعبیر حضرت عجیب. من بیشتر با عثمان دشمنی کردم یا خود تو؟ حالا به من نسبت میدی قتل عثمانو در حالی که خودت بیشتر دشمنی کردی و راههایی را که به قتل او منتهی می شود رو بیشتر نشان دادیم. من به مردم کمک کردم راه کشته شدن عثمان را، یا شماها؟ توی معاویه زمینه رو مساعد کردی برای کشته شدن عثمان. بله، آن کس که بی دریغ در صدد یاری او برآمد، اما عثمان به موجب یک سوء ظن بیجا خودش طالب سکوت او شد و کنارگیری او را خواستار شد. حضرت خودشون رو می فرمون. من میخواستم برم کمکش بکنم،
خودش گفت یا علی تو دیگه دخالت نکن. یعنی حضرت میگن من میخواستم برم بالاخره یه کاری بکنم مردم دست به قتل عثمان نزنن، ولی خودش منو کنار زد به خاطر سوء ظنش. خیال میکرد مثلا من میخوام برنامه‌ای دارم، نقشه‌ای دارم، یاری منو قبول نکرد. ببینید عبارت حضرته، اون کس که بی دریغ در صدد یاری او برآمد، اما عثمان به موجب یک سوء ظن بیجا خودش طالب سکوت او شد و کنارگیری او رو خواستار شد. این عرضم به حضورتون بیشتر نقش داره یا اون کسی که عثمان از او یاری خواست ولی او وقت تلف کرد و موجبات مرگ او را فراهم کرد تا مرگش فرا رسید، کدوم مقصر ترن؟ اونی که میخواست یاریش بکنه ده عثمان دست رد به سینش زد، یا اونی که عثمان ازش کمک خواست و نعیمت کمک کنه؟ کدوم بیشتر تو قتل عثمان دخالت دارن و موجبات قتل عثمان رو فراهم کردن؟ خیلی مشخصه. حضرت به صورت سوالی و استفهامی مطلب رو بیان میکنه. فرمان البته من هرگز از اینکه خیرخواهانه در بسیاری از بدعتها و انحرافات بر عثمان انتقاد میکردم پوزش نمیخواهم. یه وقت حالا من میگم میخواستم ارزم به عثمان کمک کنم، یکی نگه ای به عثمان کمک کنیم، حضرت گفتن چون نگرانم خیلی غیرتی نشی، کمکش میخواستم بکنم. یه جهت دیگری داشت، من بدعتاشو تمام اینا رو تذکر میدادم ارزم به حضورتون که باش صحبت میکردم، داد و فریاد میکردم، اما ارزم به حضور انورتون که الانم پشیمان نیستم که چرا این کارا رو کردم. یه برنامه‌ای بود اسم از وظیفه امر به معروف و نهی از منکر بود، زیرا ظلم رو بگیرم، همه این کارا رو کردم. اون بحث خلیفه کشی مسئله دیگری است، اشتباه نشه. حضرت فرمودن پوزشم نمیخوام، پشیمانم نیستم، اگر گناه من این بوده که او را ارشاد و هدایت کردم اینا قبول دارم. اگه ارشاد و هدایت کردن دیگران گناه، آره من این گناه مرتکب، ارشادش میکردم، هدایتش میکردم، نهی از منکرش میکردم، این کارا رو من کردم، بله. فرمودن پشیمانم نیستم و پوزشم نمیخوام. چه بسیارن افراد بیگناهی که در مورد که مورد ملامت واقع میشن. بله گاهی ناصح و خیرخواه نتیجه‌ای که از خدا کار خودش میگیرد بدگمانی طرف مقابله. من تا اونجا که قدرت دارم به جز اصلاح قصدی ندارم. بله